اولین موسیقی صداهای طبیعت بود و این روزها بعد از ایجاد سبک‌های مختلف موسیقی هنوز هم موسیقیدان‌هایی هستند که به ریشه‌های موسیقی و صدا بیشتر از سبک‌های مرسوم علاقه نشون میدن. نیک پارکن، نوازنده و آهنگساز انگلیسی که در دانشگاه‌های مختلف هنر، موسیقی و اجرا در محیط‌های خاص رو تدریس می‌کنه، یکی از این موسیقیدانانه. I started out as a painter, a landscape painter. من کار هنری رو با نقاشی شروع کردم. مناظر طبیعت رو نقاشی می کردم و از اونجا توجهم به کیفیت و بافت اشیا و اجزا جلب شد. یه جور نگاه دقیق به مثلا سطح یک سنگ یا کیفیت ابرها پیدا کردم. و بعد که کار با صدا رو شروع کردم به طور طبیعی این توجه در اون کار هم وارد شد. صدای محیط‌های مختلف رو ضبط می‌کردم. صداهایی که در محیط‌های طبیعی مختلف تولید می‌شد و همینطور برای تولید مناظر صوتی از ساز استفاده می‌کردم. Different albums that I produce reflect different preoccupations if you like. آلبوم‌های مختلفی که منتشر کردم هر کدوم نمایانگر یکی از دلمشغولی‌های منه. توجهم به زمین‌شناسی، توجهم به جهان صنعتی و جهان طبیعی و برخورد این دو با هم و موضوع طبیعت و بازمانده‌های ویرانگر صنعتی در طبیعت. The remains, the fragments of industrial dystopia. نیک تا به حال 10 آلبوم در محیط‌های طبیعی و بناهای مختلف ضبط کرده. قطعات آلبوم‌های اون هر کدوم گفتگوی بین صداهای تولید شده با ساز، با دیوارها و سطوح مختلف اون محیط. یکی از مکان‌هایی که برای این نوع کار بسیار مناسبه، زیرزمین کلیسایی در شرق لندن. About 3 to 4 years ago now, I originally came into this space. اولین بار حدود 3-4 سال پیش به اینجا اومدم. با یک نوازنده آمریکایی اومدیم اینجا که یه آلبوم ضبط کنیم. قابلیت تولید رزونانس و خاصیت آکوستیک این محیط برامون خیلی جالب بود. بعد از اون آلبوم من بارها با گروه‌های مختلف و اجراهای مختلف دوباره به این مکان اومدم. این محیط فضای ویژه‌ای داره. انگار با ورود به این محیط آدم وارد لایه‌های مختلف تاریخی اینجا میشه. همون چیزی که در غارها و فضاهای مختلف کوه پاری هم اتفاق میفته و در هر گوشش صداها کیفیت و ویژگی خاصی پیدا میکنن. برای کسانی که این طور با مقوله صدا و موسیقی برخورد میکنن، علاوه بر کیفیت و بافت صدا، سرگذشت مکان اجرا و ارتباطی که بین گذشته، حال و آینده اون مکان ایجاد میشه هم اهمیت زیادی داره. مثلا این کوه که در شمال ویلز قرار داره، جایی که نیک در 20 سال گذشته بارها برای تولید موسیقی به اون برگشته. اینجا که روزی محل استخراج مس بوده، بعدها به مکانی تبدیل میشه برای ماشین‌های از کار افتاده و زباله‌های دیگه جهان صنعتی. در اینجا اون چه که علاوه بر تغییرات طبیعی توجه نیک رو به خودش جلب می‌کنه، تغییر شکل یافتن این اشیاء صنعتیه. مثلا ماشینی که در طول 2 دهه از یک اتومبیل کامل به قطعات فلز زنگ زده تبدیل شده. این برای نیک یادآور جهانی رو به زواله و همین داستانیه که با صداها و موسیقیش در این کوه بازگو میکنه. Somehow being in here, I feel further layers beneath this place. در این کلیسا لایه‌های بیشتری وجود داره. در این فضا بریتانیای باستان رو میشه حس کرد. رومن‌ها رو، قرون وسطا رو و استخون‌های همه اون آدم‌هایی که اینجا به خاک سپرده شدن رو. زمان‌های خیلی قدیم اینجا قبرستون رومن‌ها بوده. اینه که یه جور ارتباط با قدما و اجداد وجود داره که فضای ویژه‌ای می‌سازه. علاوه بر محیط‌های طبیعی، من به کار در بناها و ساختمان‌های مختلف هم علاقه دارم و این یکی از بناهای مورد علاقه منه.
نوع کار موسیقی که خارج از سبک‌های مرسومه به هنرمند این آزادی رو میده که با سازهای مناطق مختلف و موزیسین‌هایی از فرهنگ‌های متفاوت کار کنه. نیک تا به حال با هنرمندان و نوازنده‌هایی از سراسر جهان از جمله ایران کار کرده. او به تازگی با سام فتحی نوازنده تنبور و سازهای مختلف ایرانی قطعاتی را اجرا کرده و به گفته خودش با تلفیق صدای باستانی تنبور و دف با گیتار الکترونیک مدرن گفتگوی دو عالم متفاوت را به وجود آورده. Well, I work freelance, of course, with dance and theatre companies. من با گروه‌های مختلف رقص و نمایش کار می‌کنم. مخصوصاً با رقص بوتو که یه نوع رقص معاصر ژاپنیه. با ماری گابریل روتی کار می‌کنم و یولیا که در یکی از قطعات امروز ما رو همراهی کرد. یولیا شاگرد من و ماری بوده و چون نیمه قزاق، نیمه کره‌ای، نیمه روسه به این تلفیق فرهنگی کمک کرده. هنرهایی مثل رقص بوتو با این نوع موسیقی کاملا همخونی داره، چرا که هر دوی این هنرها ریشه های انسان و جهان پیرامونشون رو به زمان حاضر احضار میکنن و در تک تک لحظات اجرا حضور مداوم تاریخچه انسان احساس میشه.